من شکوفه آذرماسوله، فعال مدنی، زندانی سیاسی و در واقع از اعتراض کنندگان به اسید پاشی مدتی رو در زندان گذروندم. یک صحبت کوتاهی رو میخوام با هموطنان و در واقع از این دوربین، از این تریبون استفاده کنم و صحبت کوتاهی داشته باشم. یاد خاطرات خودم افتادم، یاد کودکی خودم افتادم که در واقع پدر من رو به خاطر این که خب سیاسی بود، جزو گروه چریک فدای خلق ایران بود و زمانی که من 5 سالم بود، خیلی بچه بودم، پدرم رو گرفتند و حتی اعدام نکردن، چون بقیه خانواده توی زندان بودن. عمه من، عموی من، 2 تا از عمه هام و عموی من توی زندان بودن. پدر بزرگم رو، پدر من رو با ضربه‌ای که به سرش زدن، ضربه های مکرری که به سرش زدن کشتند و پدر بزرگ من هیچ جا نتونست هیچ حرفی بزنه، حتی نتونست دادخواهی کنه، حتی نتونست دردش رو به جایی، به حتی به هموطنانش بگه. چرا؟ چون تهدیدش کردن که تو خانواده هستی، خانواده منافق هستی و تو خانواده هستی که چندین فرزند دیگه هم تو زندانن، میخوای اونا رو اعدام کنیم؟ به نوعی مجبور شد پدر بزرگ من سکوت کنه، در مورد پدر من کوچکترین حرفی نزد و این درد رو با خودش به گور برد. این درد رو با خودش به گور برد به خاطر اینکه سال به سال دونه دونه فرزندانش رو اعدام کردن. یکی از عمه ها مجبور شد بعد از اینکه بعد از 7 سال بعد از شکنجه های فراوان به نام هما آذرماسوله، زمانی که بعد از شکنجه های بسیار زیاد بعد از 7 سال آزاد شد و از ایران خارج شد و اونجا هم به خاطر دلیل بسیار شکنجه ها و رنج هایی که تو زندان اوین کشیده شد، عملا بهش وارد شده بود، اون هم به خاطر حالا بیماری های مختلف، بیماری سرطان، از دنیا رفت و این رنج ها توی این توی خانواده ما نهادینه شد. زمانی که ایران بودم و عموی دیگرم هم همینطور، یک عموی دیگه من هم که اعدام شد به خاطر اینکه حالا توی سازمان مجاهدین خلق بود و عمه من رو، زمانی که در واقع این جزو خاطراتش بود و همیشه به میگفت زمانی که خبر مرگ و اعدام مهدی رو به من میدادن، مهدی آذرماسوله، زمانی که خبر اعدام رو میدادن با شکنجه به من خبر اعدام رو دادن که برادرت رو میدونی چه جوری کشتیم، میدونی تیر رو کجاش زدیم، میدونی اولین تیر خلاص زنش کی بود، یعنی یه همچین من از چنین خانواده ای اومدم و میخوام اینجا فقط همدردی خودم رو و یه قسمت دیگه هم باز هیچ وقت یادم نمیره، زمانی که عموم رو اعدام کردن، هرگز فراموش نمیکنم. پدر بزرگ من زمانی که رفته بود جنازه رو تحویل بگیره، بهش برگشتن گفتن که باید پول شیرینی و پول تیر بدی، پول تیری بدی که پسرت رو کشتیم، چون ما یک منافق رو کشتیم. پول در واقع پول این مملکت مال کشتن منافقا نیست، پول شیرینی و پول تیر رو باید بدی تا جنازه رو تحویل بگیری. و هرگز این جملات این پاسدار از مغز پدر بزرگ من خارج نمی شد که چطور با چه شقاوتی تونسته بوده، یعنی به یک پدری که به این شکل در واقع اومده داغدار فرزندشه، یعنی نوعی از در واقع وقاحت و انسان نبودن آدم ها. میخوام اینو بگم که من از خانواده ای میام که تمام این رنج ها رو تجربه کردم توی کودکی خودم و هیچ وقت باز این رو هم به عنوان یک خاطره میخوام اینجا در موردش حرف بزنم. زمانی که ایران بودم، هنوز زندان نرفته بودم، زمانی که بانو نرگس محمدی رو در واقع دستگیر کرده بودن، برای چندمین بار دستگیر شده بود ایشون و ما به عنوان همدلی خونه این بانو در واقع رفته بودیم برای اینکه همبستگی و همدلیمون رو نشون بدیم. هرگز این رو فراموش نمی کنم. چیه سری از اصلاح طلبا اونجا بودن، لازم هست یاد اسم ببرم از اینها. یکیشون همین فائزه هاشمی بود، یکیشون همسر تاج‌زاده بود. اینها اون موقع من اصلا خیلی نمیشناختم که همسر تاج‌زاده کی هست، خیلی با اینها هیچ نوع ارتباطی نداشتم، ولی اون یادم هر کدومشون اومدن توی این تریبون شروع کردن حرف زدن و هرگز فراموش نمیکنم حرفای فائزه هاشمی که برگشت گفت دولت روحانی اینها دارن نرگس و امثال نرگس رو میگیرن برای اینکه دولت روحانی رو خراب کنند. و یه قسمت دیگه هم تاج‌زاده، زن تاج‌زاده اومد برگش گفتش که اعتراضات در واقع مردم ایران از 88 شروع شد.
من اون موقع اصلا نه برنامه‌ای برای سخنرانی داشتم، نه لازم میدونستم که اصلا یعنی بخوام سخنرانی کنم، ولی اینقدر این حرف‌ها برای من سنگین اومد که اومدم توی اون مجلس و به اندازه شاید 2-3 دقیقه حرف زدم. و این رو اون موقع هنوز آقای نوریزاد زندان نبود، گوهر عشقی بانو بودش، بسیاری از فعالین بودن و اونجا در مورد خانواده‌ام حرف زدم و یک یادآوری کردم که دهه 60 رو فراموش نکنیم. دهه 60 وجود داشته، بسیاری مبارزه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در واقع از فردای انقلاب شروع شده، اینو هیچ وقت فراموش نکنیم. و به عنوان یک دادخواه میخوام تسلیت خودم رو به خانواده هایی که این روزها داغدار هستند، فرزندانشون در زندان ها هستند، اعلام بکنم و بهشون بگم که ما دادخواهان دست در دست هم با اتحاد، با کنار هم بودن این حکومت رو به زیر میکشیم و این رنج ها ما رو قوی تر میکنه.